ریتاچ چشم در فتوشاپ. سلام، من شایان عابدی هستم. در این ویدیو قصد داریم آموزش ریتاچ چشم در فتوشاپ شما یاد بدیم. خوشحال میشم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و پیج اینستاگرام ما رو فالو کنید. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. بچه، اولین کاری که باید کنیم علایه اصلیمون یک کپی میگیریم و میریم روی قسمت هلین براش و اون رگایی که داخل سفیدی چشم رو پاک میکنیم. من این کار را قبلا انجام دادم که وقت ویدیو گرفته نشه، نگاه کنید شما میتونین تفاوتش رو ببینید قبل و بعد. خب این لایه لایه که تمیز کردیم یک کپی میگیریم و گروپش میکنیم. در لایه گروپ میریم و به لایه اصلیمون گاژن بلار میدیم، تو قسمت فیلتر بلار و گاژن بلار یه مقدار بهش گاژن بلار میدیم، اوکی میکنیم، میایم این پایین و هیو ساتوریشن رو انتخاب میکنیم و با چنل میکسر هیو ساتوریشن رو بالا میذاریم و چنل میکسر رو پایین. اینو اوپاسیتیش رو روی 68 میذاریم و مودش رو روی حالت سکرین و میایم اینجا و بهش تیک مونوکروم رو فعال میکنیم. روی قسمت رد منفی 62 میذاریم و روی گرین 96 و بلو 66. میایم لایه بالایی تو قسمت رد میریم، اینو منفی 55 میذاریم، اینو مثبت 19 و نورش رو تا 100 زیاد میکنیم و میایم روی گروه و ماسک رو میزنیم. وقتی میخوایم ماسک رو بزنیم آلت رو نگه میداریم و ماسک رو میزنیم که اینورت بشه خودش. روی براش میریم، ابزار براش پالت رنگیمون رو به حالت سفید در میاریم. اگه میخواین جابجا بشه ایکس رو که بزنین این اینورت میشه و اگه رنگی اشتباهی مثلا این رنگ سیاه‌سفید نبود، برای مثال من مثلا الان اینجا پالتم توسی سفیده، میخوام مشکی سفیدش کنم، وقتی دی رو بزنم مشکی سفید میشه و ایکس میتونه اینورت کنیم. حالا رو حالت سفید میذاریم، با براش رو قسمت سفیدی چش میکشیم. با حوصله و با دقت بعد این کار رو انجام بدیم. وقتی ایکس رو میذارم اینورت میشه و جایی که نمیخوام رو پاک میکنم. حالا یه ذره اپاسیتی براش هم میارم پایین تر و اینجاها رو یه ذره کمتر میکنم. میام اینجا اینجاها رو پاک میکنم، اینجا رو میتونم براش هم یه ذره نازک کنم و اپاسیتی رو از رو سد کنم و اینجاها بکشم که با دقت بهتری این کشیده بشه. از دور این ورک میکنم که اینجا خوب نخورده. با حوصله باید این کار رو انجام بدیم بچه ها. خب یه ذره براش هم از دور با حالت قبلی در میارم و پوستیش رو میارم پایین و اینجاها رو یک ذره ازش کمتر میکنم که طبیعی تر به نظر برسه. نکنه این قبل و بعد رو میتونی الان شما اینجا ببینید. خب میام بالا یه دو تا لایه بهش اضافه میکنم، از فولدر درش میارم یا همون گروه. لایه بالایی رو فعلا خاموش میکنم، لایه پایینی میام روی ابزار براشم و سدش میکنم، روی مردمک چشم میکشم. اینجاش خوب نشد، یه بار دیگه انجام میدم. خب میتونم با پاکن جایی که نمیخوام و پاکن یه ذره فدر به براشم میدم که برشش طبیعی باشه. خب میام مود لایه‌مو تغییر میدم ببینم روی کدوم مود بهتر خودش رو نشون میده. فکر کنم روی اوورلی خوب باشه. خب دبل کلیک میکنم تا چیز یه صفحه باز بشه.
لایر استایل باز بشه و توی این قسمت این پایین آلت رو نگه میدارم. وقتی کلیک میکنم یکی این سوا میشه دیگه به هم نمیچسته. وقتی اینو میارم این سمت نگاه کنی اون رنگ مشکی هایی که زیر بود معلوم میشه و از اون مصنوعی بودن در میاد. اوکی میکنم. حالا یه ذره براشم ورم دارم اینجایی که فکر میکنم لازمه رو میزنم. روی لایه بالایی الان ما سفیدی ها رو روشن کردیم، حالا لایه بالایی و مشکی ها رو یه ذره بیشتر کنیم. براشم اینورت میکنم، تیره میکنم و توی مردم که چنش میکشم و اینو از دور دبل کلیک میکنم و این قسمت برعکس اونو انجام میدم. اینو میارم به این سمت. اوکی میکنم. مودشم رو همون اوورلید میذارم که اوکی باشه. خب شما میتونین قبل و بعد کاری که کردیم رو ببینین. امیدوارم این آموزش مورد استفاده قرار گرفته باشه. خوشحال میشم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و اینستاگرام ما رو فالو کنید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.